أوريانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درس های کیمیای عضوی. امیدوار هستم دوستان عزیز که جور و صحتمند باشین و درس های کیمیای عضوی را که امروز درس روز اولش است، از امروز کتمت تعقیب کنیم تا روزی که بخیر خلاصش میکنیم به اتمام میرسانیمش. دوستای عزیز، قسمی که میفهمین کیمیای عضوی در کتاب مکتب هم در صنف 9 و هم در کتاب صنف 12 است که فوکس ما زیادتر سر صنف 12 است، بخاطر کنکور از امو سوال میره و وقتی که صنف 12 را شما یاد میگیرین صنف 9 را هم کتمان میفهمین، بخاطر که صنف 9 مثلا اساسات هم کیمیای عضوی رو بیان کرده و با صنف 12 که است مکمل سر کلش گپ زده، وقتی که صنف 12 را یاد بگیرین صنف 9 را خودش یاد میگیرین. و این درس دوستای به خاطر شروع کردیم که دوستای عزیز ما زیاد خواهش کردن که تا وقت کنکور خواستن که امی کیمیای عضوی شان به صورت مکمل خلاص شو، بخاطر که در کنکور سوال زیاد میازش و مو خاطر یک بخش جداگانه بود تا درس شروع شود مشکلات داشتن حل شود. و دیگه تشکر از اینکه پیام های نیک میمانین و مسیج های نیک میکنین. دیگه گفته گان تا امو مرا مجبور کردین به اینکه امی سلسله را ما باید تا آخر پیش ببرم. روز اول که من شروع کردم امید به این نداشتم که این سلسله را تا آخر پیش برده بتارم، اما حالا که میبینم بعض دوستا بیخی به درس توری شیشتن، مثل که یک سمف پیج باشه یک سمف باشه و با شکل مثلا به یوتیوب شده دانه دانه ویدیو را میبینم و منتظر عزیز که درس بعدی بیایه و با ما مسیج میکنه و همیشه کوشش میکنه که استاد مثلا میگه که درس های دیگه چطور میشه چطور میشه و مرا وادار به این میکنه که من ویدیوهای نو نو زود بسازم. دیگه کمی کاستی ها است، مثلا مشکل برق می باشم، میفهمید که من ویدیوها را از طرف شب جور میکنم چون از طرف روز مصروف می باشم، از طرف شب امیلم فرض مثال تقریبا ساعت 11 و 40 دقیقه است، یعنی شب است و ما شما امروز ده بخیر کیمیا امی درسی کیمیا را چی میکنیم ثبت میکنیم. دیگه دوستای عزیز تشکر از هر نوع کمکی که به ما میکنین، یعنی هر نوع کمک هدف میز که کلانترین کمکتون دوستای عزیز به میز که می ویدیوهایی که برتون میرسه به دوستای دیگه برسانین، یعنی باور کنین که ما خاص امی سلسله رو که شروع کردیم تا وقتی که یعنی ما یعنی مسلک خود به طرف مسلک خود میریم یا کار میکنیم، امی علم را که فرض مثلا ما چندین سال در ای باره مثلا در کنکور و در ساسات ما کار کردیم، امی را میخوایم به شکل ویدیو بسازم و امی ویدیو را به تمام افغانای خود یعنی به شکل توفه یک توفه نا چیزی که به صرف ما میشد و در زبانای خود به پشتو زبانای خود این ویدیوها را برسانم. دیگه ما ویدیوها را کوشش میکنم دوستای عزیز کم پشتو باشم دری باشه، یعنی کیمیای عضوی هم با پشتو هستم با دری، شما میرین در پلی لیست ها ببینین دیگه هر فصلی که مثلا نر درسی که شما خوش دارین به زبان دری خوش دارین زبان دری شو پلی لیستش باز کنین و اگر در پشتو ش خوش دارین پشتو رو ببینین، بر زمانی که میتونین درس های شما تو مسلسل یکسان پشتو دری کلش آپلود میشه. دیگه کوشش کنید ویدیوهایی که برتون میرسه با دوستای دیگه هم برسانین و دیگه خودتان هم ازش استفاده مفید کنید، کتابایی که در خانه داری ازش استفاده کنید، کتاب صنف 12 باشه کدام کیمیای دیگه مثلا کورس باشه یا خود کیمیای امیز صنف 12 یا کیمیای سی مرکز آموزشی آریانا کتان باشه، دیگه اون رو کتان مطالعه کرده برین. من هم کوشش میکنم که یک چیزی که یاد دارم اون رو برتون برسانم. دیگه بازم کدام کاسی ها کدام غلطی که مثلا در بین درس میشه امیدوار هستم که برو بخش ببخشین، چون درس مثلا کوشش میکنیم که در یک ویدیو پوره شوه و زیاد نمیده ایدیتو چیزاش با خودم تناسب میره، خودم من چیش میکنم ام ویدیو را مثلا میگیریم درس میتیم بازو و ام ویدیتش هم خودم میکنم. دیگه اصلی بعضی غلطایی که میشه نمی باشه که او را اوسو کنم ازش، دیگه ما تو یک توفین و چیز در نظر گرفتم او را مطالعه کنین ببینین جایی که غلطی ها میشه او را خودتان میفهم که اصلاح کنین. دیگه دوستای عزیز نظریات نیکتان اگر مثلا دارین میتونین که به هر طریق با ما شریک بسازین، ما در خدمت هستیم، ان شاء الله کوشش میکنیم که برنامه دیگه هم خوب شود، کوشش میکنیم که برنامه از شماست و به نظرات شما پیش بره. دوستای عزیز ما شما امروز درس اول کیمیای عضوی است و میخواهیم کیمیای عضوی را امروز بخیر دوستای عزیز شروع کنیم، پس عنوان خود شروع میکنیم نوشته میکنیم کیمیای عضوی یا برای چی میگه ارگانیک کیمستری. دوستای عزیز کیمستری ارگانیک کیمستری
دوستان عزیز، کیمیای عضوی یا کیمیای ارگانیک، اول قبل از اینکه ما شما این دیگه در سایج بخونیم، اول باید تعریفش بیه. اول خود دوستان عزیز، کیمیای عضوی از کدام مرکبات بس میکنه؟ از مرکبات عضوی بس میکنه. مرکبات عضوی کدام مرکبات را میگه؟ مرکبات عضوی مرکبات را میگه دوستان عزیز که کربن بسازه. یعنی ما شما اگر فکر ما باشه در صنف 11، در صنف 11 در فصلهای آخرش، ما شما در اونجا سه فصل میخونه، یک فلز، یک شبه فلز، یکی مثلا فلزات، شبه فلزات، غیر فلزات و گازات نجیبه. در اونجا کلش مفصلا درباره کل گروپ ها، در کل باره کلش گپ زده شده. یعنی هر عنصر مثلا سدیم مطالعه کرده، تعاملات شکل گپاش مطالعه کرده. اما خود عنصری که کربن که است دوستان عزیز، همین مرکباتش زیاد است، مرکبات انواعش مختلف، مرکبات زیاد میسازه، به مون خاطر یک کیمیا رو بیخی به نامش کردن. یعنی از اونجا فکر کنیم، درس از اونجا ادامه داره. یعنی ما شما اول کیمیای چی را خواندیم، مثلا غیر عضوی را شروع کردیم، رفتیم در فصل 11، در صنف 11، صنف 11 را به آخر رساندیم، فلز، غیر فلز و شبه فلز یا را میخوانیم، در اونجا کربن رسید. حالا که کربن رسید، سه وقت کربن را مطالعه میکنی، کربن مرکباتش به حد زیاد از دوستایی است که کیمیای خاص به نامش کردن. یعنی کیمیای چی کردن؟ کیمیای عضوی. یعنی ما نامیت دوستایی است دیجا یک جایی که فرد مثال یک کسی نفوذ داشته باشه، در یک جایی که مثلا مردم یک نفر زیاد باشه، باز وکیل مزموز، وزیر مزموز، هم رئیس مزموز نه، یعنی زموج تعیین میشه. چون نفر زیاد است، اگه وکیل شو میگه نفر زیمی زیاد است، می وکیل هم شوه. اگه بگه فرد مثال رئیس شو، از اینجا رئیس هم میشه، به خاطر از اینکه نفر از او زیاد است. با تعداد مرکبات عضوی از دست که کربن مرکبات زیاد است، به مو خاطر کیمیای خاص با نامش کردن. صحیح است. به مو خاطر ما شما میگیم کیمیای عضوی علم است که از مرکبات عضوی بحث میکنه. یا ایتم تعریف کرده میتونیم کیمیای عضوی عبارت است، علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث میکنه. یعنی کدام مرکبات ما میگیم؟ یعنی ما میگیم یعنی کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از کربن بحث میکنه، از کربن، از هیدروژن، یعنی مرکباتی که کربن هیدروژن میسازه و مشتقاتش. مشتقاتش یعنی این عرصه که با هم یک جای میشه، ما شما امیر مطالعه میکنیم. خود کربن کدام مرکبات هم میسازه، او رو مطالعه میکنیم. کت کربن هیدروژن که با هم یک جای میشه، که به نام هیدروکربن یاد میشه دوستایی. یعنی هیدروکربن مرکبات هیدروژن و کربن، هیدروکربن برش میگه، یعنی هیدروکربن که گان کربن مثلا که میبینی شما میگه میکوب کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از هیدروکربن و مشتقات آن بحث میکنه، که میفهمی که مرکبات کربن هیدروژن است. یعنی عبارت از علمی است که از هیدروکربن و مشتقاتش. مشتقاتش وقتی دوستای عزیز که ما خو کربن هیدروژن میخونه، وقتی که در کربن هیدروژن اکسیژن بیه، بزرگ میگه مشتقات اکسیژن دارش نه، وقتی که نایتروژن بیه، مشتقات نایتروژن دار، سلفر هم تو نایتروژن کدامش میتونه دیا بیه، بزرگ مشتقاتش میگه. پس کیمیای عضوی امی کلش مطالعه میکنه، هم کربن هیدروژن هم و هم مشتقات از اون چی کده میتونه مطالعه کده میتونه، کی تعریف بین تعریف دقیق با می خود کیمیای عضوی است. سیس یعنی ما شما در اینجا در کیمیای عضوی تمام موادی که در یک موجود زنده، در یک موجود، در یک حیوان، در نبات است، کل از اون در اینجا چی میکنیم؟ مطالعه میکنیم. و تمام او مواد که میتونه از غیر عضوی، یعنی مواد غیر عضوی سو میتونه که به عضوی تبدیل شون، یعنی مواد عضوی ما بسازه، ما او را کلش چی میکنیم؟ مطالعه میکنیم. صحیح است. این کیمیای عضوی است. دوستان عزیز، کیمیای عضوی که است، مرکبات عضوی که است، در زندگی روزمره ما بسیار اهمیت داره، یعنی بسیار رول داره. ما شما خزول هم خواندیم که مرکب به دو نوع بود نه، مرکب اگر یک وقت یادتون باشه در کیمیای عضوی غیر عضوی که در سایش روان دو تعریف کردیم که مرکب به دو نوع است. اول تعریف مرکب چی بود؟ که از یک جا شدن دو یا چند عنصر که با هم یک جای میشه، یک مرکب می سازه، یک مولکول می سازه. که مرکب به چند نوع بود؟ به دو نوع بود دوستای عزیز. که یکی دوستای عزیز به نام عضوی یاد میشد و یکی به نام چی یاد میشد؟ به نام غیر عضوی یاد میشد. باز اونجا گفته بودیم که مرکب غیر عضوی به مرکبی گفته میشه که تمام جدول، یعنی تمام جدول در عناصرش در او شامل است، یعنی تمام جدول میگفتیم تمام جدول در او شامل است. و عضوی را میگفتیم که در او کربن است، هیدروژن است، مثلا اکسیژن است، سلفر است، نایتروژن است، دیگه فسفر است و دیگه هلوژن است. یعنی یک چند عنصر است، در یک چند عنصر و در تمام جدول است. صحیح دیگه الان ما دوستایی که اهمیت امی مرکبات عضوی را در زندگی روزمره خود ببینیم که آیا در زندگی روزمره ما و شما عضوی زیاد رول داره یا غیر عضوی زیاد رول داره. اهمیت مرکبات که از دوستایی نشته میکنیم، اهمیت مرکبات یا مرکبات چه که دوستایی ما و شما گفتیم که مرکبات به صورت به چند نواز به دو نواز، یکی گفتیم عضوی و یکی غیر عضوی است. دوستای عزیز، غیر عضوی. دوستای عزیز میگه در سال 1925 میلادی در فرانسه، در فرانسه، در فرانسه یک سروی صورت گرفت.
یک سروی صورت گرفت به خاطر از اینکه بفهمن که در زندگی روزمره ما شما یعنی مردم مرکبات عضوی زیاد رول داره یا مرکبات غیر عضوی زیاد رول داره. به مو خاطر به تمام دکاندارای تمام مو فابریکه های تمام همو شرکت ها که مواد میفروختن به وا گفتن که شما امی چیز موادی که میفروشین اینو کتان یادداشت کنین، مثلا هر موادی که میفروشین یادداشت کنین که عضوی فروختین غیر عضوی فروختین چقدر فروختین کتان نشته کنین، ما باز از شما پرسان میکنیم. امو بود که در سال 1925 که شروع کرد در سال 19 یک سال بعد رفتن امی کل معلومات از این مردم جمع کردن، کل معلوماتی که جمع کردن دا او دیدن که دوستای عزیز در این سالی که تیر شده بود مردم مرکبات عضوی در حدود 185 میلیارد فرانک پیسی فرانسه است 185 میلیارد فرانک مصرف کرده بود و مرکبات غیر عضوی را 52 میلیارد فرانک مصرف کرده بود، که از اینجا معلوم میشه که در زندگی روزمره ما شما مرکبات عضوی مصرف شیست زیادتر است، یعنی ضرورت ما به مرکبات عضوی زیادتر داریم نسبت به مرکبات غیر. خود دوست عزیز عالمه ما شما سر تاریخچه کیمیای عضوی، یعنی ما شما در این درس آل دیگه درسی که ما شما میخوانیم این را میخوانیم که تاریخچه کیمیای عضوی چیست، یعنی کیمیای عضوی را کدام علمادش کار کنم و تا این سرعت که رساندی چی رقم رسیدم. اولین عالمی که دوستای عزیز در باره کیمیای عضوی نظر داد او عبارت از کی بود؟ لیمیری بود. عالمی به نام لیمیری بار اول نظر داد که تمام مرکبات به دو نوع است، یعنی شخصی که امی لیمیری نظرش چی بود گفته بود که مرکب که است به چند نوع است؟ مرکب به دو نوع است، یا مرکب عضوی است یا مرکب چی است؟ غیر عضوی است. غیر عضوی است، یعنی گفته بود که مرکب دو نوع است، یا از حیوان و نبات به دست می آید و یا هم از معدن به دست می آید. معدن به دست می آید، یعنی مرکب به صورت عموم به دو بخش تقسیم کرده بود که مرکب عضوی بود و غیر عضوی بود. این کار لیمیری بود که بعد از او در سال 1784 میلادی عالم به نام لاوازیه نظر داد، یعنی نظر لاوازیه که است نظر لیمیری را تایید کرده بود، یعنی این هم گفته بود که مرکبات به صورت عموم به چند نوع است؟ به دو نوع است، یکی مرکبات عضوی یکی مرکبات غیر عضوی، یعنی چیزی را که امی خود لیمیری میگه درست میگه، اما این کمی پیش بردش، یعنی گفت که مرکبات عضوی که است عناصرش معلوم است، چند عنصر محدود است و از مو ساخته شده، که او عناصر فرد مثال کی بود دوست عزیز؟ او را آورد گفت کربن است، هیدروژن است، دیگه اکسیژن است، دیگه گفت مثلا سلفر است، نایتروژن است، فاسفورس است و هم میتونه که هلوجن ها باشه، که اکس میفهمی که مربوط هلوجن فلورین کلورین برومین و ایدین میباشه. این عناصر عبارت از مرکبات یعنی عناصری است که مرکبات عضوی را ساخته، که امیر ما شما گفته میتونیم عناصر عضوی هم برش گفته میتونیم نشته میکنیم عناصر عضوی، عناصر عضوی یا برش میگه ارگانیک المنت یا ارگانو جندم برش میگه دوست عزیز، ارگانو جن برش میگه ارگانو جن، یا برش گفته میتونیم که ارگانیک المنتس یا عناصر عضوی، یعنی ما شما یاد ما باشه که در مورد کیمیای عضوی ما شما زیادتر کت کدام عناصر ارتباط داریم؟ کت کربن، کت هیدروژن، کت اکسیژن، کت سلفر، نایتروژن، فسفرس و هلوژن ها، و بعضی یک چند عناصر دیگه هم شاید اگه بعض مثلا استاندش بین میان به غیر از اون دیگه می عناصر است که دیات مهمترین عنصرش کربن است دوستای عزیز، یعنی ستون فقرات تمام مرکبات عضوی چی است؟ امی کربن است. قرار دارن سیس، یعنی هیدروژن و اکسیژن به این شکل می باشه، یعنی ستون فقرات تمام مرکب عضوی چیز کربن است، یعنی یک مرکب عضوی رو ما وقتی که عضوی گفته میتونیم که او خود خود چی داشته باشه؟ کربن داشته باشه، یعنی کربن که است مثل عزیز که در یک جای مثلا رئیس باشه، رئیس کربن است، مثلا پشتش وزیر است، وزیر مثلا کی است؟ رئیس جمهوری است، رئیس جمهورش مثلا وزیرش هیدروژن است، و بعد از دیگه عناصر که است مثلا رئیس و یک چیز دیگه چیز وظیفش می باشه، مهمترینشون چی بود؟ کربن. دیگه یعنی نظری لاوازی است، لاوازی میگه مرکبات سیس که لیمیری میگه به دو نوع است که عضوی غیر عضوی، اما عضویش که است میگه عناصرش محدود است که عبارت از کربن است، هیدروژن است، اکسیژن، سلفر، نایتروژن، فسفرس و هلوژن هستند که میره عناصر عضوی یا ارگانیجن هم میگه. بعد از وقت دوستای عزیز یک عالم دیگه به نام برزیلیوس نظر داد و نظر از این دوستا در سال 1807 میلادی بود و این یک نظر داد که کیمیای عضوی را بخیستاد کرد، یعنی برزیلیوس نظرشی بود که ما فقط مرکبات عضوی را از موجودات حیه به دست آورده میتونیم، یعنی موجودات حیه به این معنا که ما فقط میتونیم که مرکبات عضوی را از یک حیوان یا نبات و یا از بقایای از او که از او مثلا بقایش مانده باشه از او به دست بیاریم، نمیتونیم که یک مرکب عضوی را از غیر عضوی بسازیم. یعنی نظری برزیلیوس که بود عبارت از قوای حیاتی بود، یعنی قوای حیاتی، یعنی فقط قوای حیاتی میتونه که مرکبات عضوی را بسازه که ویتال فورس هم برش میگه، ویتال
فورس هم برش میگه این قوی ویتالیزم، یعنی نظری ویتالیزم داد. نظری ویتالیزم باعث ازی شد دوستای عزیز که کیمیای عضوی پیشرفت استاد شوه، یعنی چند لابراتواری که دمو وقت دباره ازی کار میکرد که چی رقم از غیر عضوی را بسازیم، چون مرکبات عضوی مهم بودن و یا میخواستن که از غیر عضوی عضوی را بسازن. دیگه دمو وقت وقتی که نظری بیرزوی خبر شدن، دیگه مو لابراتوارای خود کارشون قلف کردن. امور بود که تا چندین سال امی چی که بود کیمیای عضوی که بود به شکل چی استاد شد بیخی، یعنی دیگه پیشرفتش نشد، دیگه مردم دیگه دفعی فکر نبودن که از مرکب غیر عضوی عضوی بسازن. که دمی وقت از این چند سال بعد که در سال 1828 میلادی عالم به نام فیدریک اوهلر که قهرمان کیمیای عضوی هم برش میگم، شخصی بود که مثلا نظری بریزولیوس برش نرسیده بود. فکر کو یک قشلاق زندگی میکرد، یک قشلاق زندگی میکرد، نظری بریزولیوس برش کار نرسیده بود. این همون کار خود میکرد و زحمت خود میکشید، یا اگر رسیدن بود در قصه زینه بود میتونست که یک مفکوره داشت که میتونم که از یک غیر عضوی عضوی را بسازم. اولین شخصی بود دوستای عزیز که از یک مرکب غیر عضوی عضوی را ساخت، یعنی بعد از 20 سال یا 21 سال بعد از بریزولیوس نظری بریزولیوس رد کرد و برش گفت که نه، ما میتونیم که مرکب غیر عضوی را به عضوی تبدیل کنیم و از مرکبات غیر عضوی مرکبات عضوی بسازیم. که باعث ازی شد دوستای عزیز که مرکبات عضوی از تا تعداد چی شود زیاد شود و مردم بتونن که از غیر عضوی چی را بسازن، عضوی را بسازن. که بار اول خود فیدریک اوهلر دوستای عزیز از یک مرکب غیر عضوی که امونیوم سیانید برش میگه NH4 OCN برش میگه، این یک مرکب غیر عضوی است، این مرکب غیر عضوی را حرارت داد و این را به یک مرکب عضوی که او عبارت است مثلا او عبارت است NH2 رابطه C2 رابطه O رابطه NH2، یا این را میتونیم به این شکل نشته کنیم که NH2 مثلا نشته کنیم که NH2 مثلا دو دانه CO به این شکل، که نام ازی است امونیم ایزوسیانت برش میگه. از یک مرکبی که امونیم سیانت بود تبدیل شد به یک مرکب عضوی که امونیم ایزوسیانت یا یوریا که برش میگه، به یوریا تبدیل شد. اولین مرکبی بود که از یک مرکب غیر عضوی به چی را ساخته بود؟ عضوی را ساخته بود، که این مفکوره ویتالیزم از بین برد و بعد از او علما دیگه استاستا کار کردن، زحمت کشیدن تا بتانن که امی از مرکبات غیر عضوی مرکبات عضوی را به دست بیارن. که امو بود که هستا تعداد مرکبات عضوی زیاد شده. کلم نشته میکنه دوستای عزیز، کلم میگه، کلم بار اول از یک مرکب غیر عضوی یک مرکب عضوی را به دست آورد که او مرکب عبارت از اسیتیک اسید یا تیزاب سرکه بود. این نفر چی رقم کرد یالم دوستای عزیز؟ که امونیم سیانت گرفت، امونیم سیانت او سیر گرفت با پوتاشم پرمنگنت تعامل داد، پوتاشم پرمنگنت تعاملش داد، ایره حرارت داد و از این چی ساخت؟ پوتاشم اسیتیت ساخت، C3 رابطه COOHK، یعنی پوتاشم اسیتیت ساخت، اکساید منگانیز ساخته شد، اکساید منگانیز و نایتروجن مونوکساید ساخته شد. صحیح شد که در اینجا دوباره دوستای عزیز چی کرد؟ امی پوتاشم پرمنگنت، پوتاشم میبخشین، پوتاشم اسیتیت گرفت با تیزاب HCl تعاملش داد، یعنی پوتاشم اسیتیت گرفت با HCl تعاملش داد، با HCl که در اینجا چی شد؟ جای هایدروجن و پوتاشم تعویض شد، یعنی پوتاشم رفت که کلورین تعامل کرد و هایدروجن به جای پوتاشم آمد. که در اینجا نشته میکنیم CH3 رابطه COOH جمع KCl، یعنی پوتاشم کلوراید، که این تیزاب عبارت از تیزاب سرکه یا اسیتیک اسید از دوستای عزیز. که بار اول توسط کلم تحت امی عملیه چی شد؟ ساخته شد، یعنی یک مرکب غیر عضوی رو به چی تبدیل کرده بود؟ به عضوی تبدیل کرده بود. آهسته آهسته دوستای عزیز این تعاملات باعث ازی شد که مرکبات عضوی از تا تعدادشان زیاد شود، که در سال تقریبا 1880 در سال 1880 تعداد مرکبات عضوی که بود در حدود 1200 دانه بودند دوستای عزیز، که بسیار تعداد کم بود. اما وقتی که 100 سال سر ازی گذشت، یعنی 100 سال بیشتر، تقریبا 1998 باز تعداد از ایره دیدن از 20 میلیون زیادتر بودن دوستایی، که سوال کنکور هم هست، از 20 میلیون تعدادشان چی شده بود؟ زیاد شده بود. کال نظریه به این دوستایی عزیز که در هر ثانیه در دو جهان کس 18 مرکب عضوی نو ساخته میشه، یعنی تعداد از یا به حد بسیار زیاد دیگر زیاد شدن، یعنی تعداد مرکبات عضوی بسیار زیاد بعضی از این تعاملات صورت گرفت. سایز دوستای عزیز، یعنی ما باید اینگا پای ما باید خود دوستای عزیز حالا خود تاریخچه کیمیای عضوی را فهمیدین. درس دیگه که ما شما باید یاد داشته باشیم و عبارت از چی است؟ و عبارت از فرق بین مرکب عضوی و غیر عضوی،
یعنی وقتی که ما میگیم مرکبات به دو نوع است، فرقشون چیست؟ وقتی که عضوی غیر عضوی میگیم فرق عضوی و غیر عضوی چیست؟ فرقهایشون بسیار زیاد است. دوستان ما شما اینجا چند دانش مطالعه میکنیم و ما به شکل نشته نمیکنم، به شکل میگم شما نشته کرده برین. مثلا فرقهای مرکبات عضوی و غیر عضوی چی در چیست؟ وقتی که میگیم مرکب دو نوع است، حتما فرق داره، عضوی و غیر عضوی. اول دوستان فرق اولشان که هیچ وقت یادتون نمیره، فرق اول مرکب عضوی که غیر عضوی است که در مرکبات عضوی شرط موجودیت کربن حتمی است. یعنی یک مرکب که کربن نداشت عضوی گفته نمیشه. شرط موجودیت کربن چی است؟ حتمی است. و در مرکبات غیر عضوی که شرط موجودیت کربن حتمی نیست. یعنی میتونه یک مرکب که کربن داشته باشه، میتونه که نداشته باشه، مهم دوا نیست. اما در عضوی شرط موجودیت کربن بسیار مهم است، باید موجود باشه. یعنی گپ اول همیست. گپ دوم دوستای عزیز که ما شما میخوانیم ای است که در مرکبات عضوی که است، رابطه کیمیایی از جنس چی است؟ از جنس اشتراکی است. رابطه باید کولاند باشه، رابطه باید اشتراکی باشه، الکترون ها باید مشترک گذاشته شده باشه. اما در مرکبات غیر عضوی که است، دوا رابطه چی می باشه؟ آیونی یا برقی می باشه. یعنی فرق دومش، یعنی به فرق اول دومیش بود. سیوم فرقش چیست دوستای عزیز؟ که مرکبات عضوی که هستن، مرکبات عضوی در آب حل نمیشن. در آب که پرتش، به خاطر که آب هم خاصیت قطبی داره، هم خاصیت هیدروژنی مثلا دارن، هم اوج داره در خود، یعنی این خاصیت ها را که داره، اما رابطه چی که است؟ اشتراکی مرکبات عضوی که است در آب حل نمیشه، اما غیر عضوی که است در آب حل میشن. وقتی در آب پرتن، در آب حل میشن. یعنی گپ سیومشن. گپ چهارم دوستای عزیز، فرق چهارم که در مرکبات عضوی و غیر عضوی موجود است، او است که دوستای عزیز که مرکبات عضوی که است، کثافتشان همیشه تان باشه دوستای عزیز، کثافت مرکبات عضوی از یک گرام بر سانتی متر مکعب چی می باشه؟ کوچکتر می باشه. یعنی کثافت مرکبات عضوی چقدر است؟ کوچکتر از یک گرام بر سانتی متر مکعب. یعنی یادتان نره که دپسان درسون باز به درد ما می خوره. یک گرام بر سانتی متر مکعب. و مرکبات غیر عضوی که است، کثافتشان از یک گرام بر سانتی متر مکعب چی می باشه؟ بلندتر می باشه. گپ پنجم چیز دوستای عزیز که فرق بین عضوی غیر عضوی رو با ما نشان میدم، او از دوستای عزیز که مرکبات عضوی که از خاصیت امی الکترولیز و هیدرولیز را ندارن، یعنی هیدرولیز و الکترولیز، یعنی تجزیه توسط آب و تجزیه توسط برق نمیشن. یعنی ما نمیتونیم یک مرکب عضوی رو بگیریم توسط برق تجزیهش کنیم، صحیح؟ و دیگه و یک مرکب عضوی رو بگیریم با توسط آب تجزیهش کنیم یا توسط برق تجزیهش کنیم، خاصیت تجزیه نداره. اما مرکبات عضوی که است، این خاصیت دارن، غیر عضوی خاصیت دارن، توسط برق چی میشن؟ تجزیه میشن. دیگه خاصیت که است دوستای ششم است که مرکبات عضوی که است دوستای عزیز، آیونایزیشن نمیشن. یعنی خاصیت آیونایزیشن دیش دیده نمیشه. آیونایزیشن به این معنی دوستای عزیز که یک مرکب عضوی رو با آیونا تجزیه کنین، با مثبت منفی تجزیهش کنین، صحیح؟ یعنی جو رابطه اشتراکی است، اگر قطعش هم کنین شما آیون به دست نمیارین. یعنی آیون به دست نمیارین، خاصیت آیونایزیشن در مرکبات عضوی موجود نیست، اما در مرکبات غیر عضوی خاصیت آیونایزیشن باز موجود است. یعنی اون رو ما میتونیم به شکل آیونا چی کنیم؟ به وجود بیاریم. خاصیت این فرق هفتمی که ما شما در مرکب عضوی و غیر عضوی میخوانیم دوستای عزیز، فرق هفتمی است که دوستای عزیز تعداد مرکبات عضوی زیاد است. تعداد مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است. گفته بودیم بیشتر از 20 میلیون دانه در وقت 1998 شکار شده بود. 20 میلیون دانه در اون وقت بود. حالا پیخی تعدادشان زیاد شده. و تعداد مرکبات غیر عضوی که است در حدود 800 هزار یا 8 لک دانه، یعنی یا کم زیاد دمی تعداد است. اما مرکبات غیر عضوی به مراتب ازشان تعدادشان چی است؟ زیاد است. یعنی فرقش ای است دوستای عزیز. فرق هشتمی که ما شما میخوانیم دوستای عزیز، مرکبات عضوی یادتان باشه، مرکبات عضوی زود گنده میشن. یعنی توسط چی که است؟ توسط میکروب یا باکتریا مرکبات عضوی گنده میشه، خراب میشن. اما مرکب غیر عضوی خاصیت خرابی نداره، یعنی زود خراب نمیشن، صحیح؟ یعنی خرابی خاصیت میکروب سرش تاثیر کرده میتونه و از بین برده نمیتونش. فرق نهمش که از دوستای عزیز، فرق نهمش دوستای عزیز که نقطه غلیان و ذوبان، مرکبات عضوی پایین می باشه. مرکبات عضوی چون رابطه شان ضعیف است، نقطه غلیان ذوبانشان چی می باشه؟ پایین می باشه. و مرکبات غیر عضوی که است بازو چی می باشه؟ نقطه غلیان ذوبانشان رابطه شان قوی است، نقطه غلیان ذوبانشان چی می باشه؟ بلند می باشه. گپ دوم دوستای عزیز که فرق مرکب عضوی و غیر عضوی رو با ما و شما نشان داده میتونن، او است دوستای عزیز که مرکب عضوی در مقابل حرارت مقاوم نمی باشه. حرارت مقاوم نمی باشه، یعنی حرارت که برش بتی دیگه، یعنی حالت خود تغییر میده، در مقابل حرارت اونقدر مقاوم نمی باشه. اما مرکب
مرکب غیر عضوی که است باز در مقابل حرارت چی می باشه؟ مقاوم می باشه و حرارت زیاد سرش تاثیر کرده نمیتونه. باید زیاد حرارت بدی تا حالت زوری چی کنی؟ تغییر بدی. اما مرکب عضوی باز حرارت زود خرابش کرده میتونه. دیگه خاصیت دیگه گپی که است فرق 11 همی که ما شما مرکب عضوی را که غیر عضوی مثلا فرق کرده میتونیم. دوستای عزیز اوی است که مثلا زیاد گپاش گفتیم. دیگه فرقی که مثلا ما شما 11 هم شب بخوانیم او چی است که مرکب عضوی که است دوستای عزیز در چی که است کتله مولکولی بیشتر داره. کتله مولکولی مرکبات عضوی چی می باشن؟ مرکبات عضوی کتله بیشتر داره، کتلهشون بیشتر می باشه بخاطر که تعداد کربن در بعضشون بیخی زیاد می باشن. مثلا بعضی مرکبات هستند که تا حدود 1000 دانه 10000 دانه 20000 دانه یعنی کربن دارن. وقتی که شما کربن کتلهش می 12 سوره که ضرب کنید بسیار عدد بزرگ میشن. یعنی کوچکترین مرکب یک مثلا عادی مرکب شما بگیرید مثلا گلوکوز، گلوکوز کتله 680 است. اما غیر عضوی که از باز کتله های خرد خرد داره، نقطه کتله کتا کتا ندارن، بزرگ بزرگ ندارن. صحیح؟ یا که هستن کتله چی دارن؟ بسیار بزرگ بزرگ دارن. دیگه این مرکبات که از دوستای در بین خود خوب حل میشن، در بین خود خوب حل میشن. مثلا مرکب عضوی در غیر با وقت غیر عضوی خواندیم نی که هر رابطه مثل رابطه خود خوش داره. صحیح؟ مثلا مرکب عضوی در عضوی خوب حل میشه، غیر عضوی در غیر عضوی خوب حل میشه، خود بی در خود بی خوب حل میشه، غیر خود بی در غیر خود بی خوب حل میشه، اشتراکی در اشتراکی است و غیر اشتراکی در غیر اشتراکی است. یا مرکبات هم که هستن در بین خود خوب حل میشن، اما در مرکب دیگه باز با آسانی حل نمیشن، یعنی در آب با آسانی حل نمیشه. باز بعض شرایط اگه بود مثلا رابطه هیدروژنی داشت و اج داشت نه، باز بعد از او باز خوب حل میشن. یعنی بعض استثناءات داره. دیگه میتونید دوستای عزیز که بعضی فرقهایش شما خودتان هم پیدا کنین، مثلا در کتابا بخونین، متوجه شوین، اون فرقهایش یاد بگیرین. صحیح؟ یعنی فرقهای دیگه هم موجود. زیاد فرق داره، چند دانش که به ذهن ما آمدن اون رو برتان گفتم. صحیح؟ دیگه دوستای عزیز که یک گپ دیگر باید بخونیم، اون گپ اینجا باید یاد داشته باشیم که شرط عضوی بودن یک مرکب چیست؟ شرط عضوی بودن یک مرکب، مثلا یک مرکبی که به ما داده میشه، شرطش چیست که ما بفهمیم که رابطه این مرکب عضوی است یا نیست؟ ما شما دو شرط داریم، یعنی برای اینکه ما شما او را بفهمیم مرکب عضوی است یا نیست. یکی این است که موجودیت دوستای زیاد ما باشه، موجودیت کربن و هیدروژن. صحیح؟ موجودیت کربن و هیدروژن یا چی است؟ مهم است که باید کربن و هیدروژن داشته باشه. یک گپ. و گپ دوم ای از دوستایی که رابطهشان باید اشتراکی باشه، رابطه اشتراکی باشه، یعنی رابطه از نوی چی باشه؟ اشتراکی باشه. یعنی دو علت باید باشه. وقتی کربن و هیدروژن داشت رابطه اشتراکی بود، دیگه این مرکب چیست؟ عضوی است. این گپ یاد ما باشه که یاد ما نده. دیگه گپ این یاد ما باشه دوستایی که علت زیاد بودن مرکبات عضوی دوستایی در چیست؟ چرا مرکبات عضوی قدر زیاد هستن؟ صحیح؟ علت زیره باید بفهمیم. دو علت داره دوستایی، دو علت. اول که از دوستای عزیز که یا رابطه اشتراکی دارن، رابطه چی دارن؟ اشتراکی دارن، رابطه اشتراکی دارن. دیگه ساختمان زنجیری دارن، یعنی میتونن هم مرکبات زنجیری بسازن هم میتونن مرکبات حلقوی بسازن، به شکل حلقان به وجود بیان و به شکل زنجیر هم به وجود بیان. به مو خاطر تعداد از یا زیاد شرط اولش. و شرط دومش دوستای عزیز که ای است که خاصیتی چی دارن؟ یا خاصیت ایزومیری و پلیمری دارن دوستای عزیز. پلیمری یعنی دو خاصیت دیگه هم یاد دارن، یعنی دو خطوشت بایست ازی میشه. خاصیت ایزومیری به این معنی که یک مرکب به چند شکل پیدا میشه. یک مرکب از فرمول مولکولیش یک چیز، ساختمانش یک متوجه ساختمان چند رقم است. صحیح؟ تعداد از یا به مون خاطر زیاد میشه. و دیگه پلیمریس یعنی مرکبات خرد خرد یک جای میشه، مرکبات کتر هم میسازن. امی علت است دوستایی که دو علت است که بایست ازی میشن که تعداد مرکبات وزیر از حد بسیار زیاد بسازن. صحیح دوستای عزیز، این گپا را دوستای عزیز در درس اول ما و شما باید یاد داشته باشیم. خدا کنه که گپا را ما تیزم نگفته باشم و شما هم دیگه اگه تیزم بگویم خب ویدیوز دیگه میتونه اثر بیاره. اگه ما سلو گپ بزنم دیگه خب باز چی میشم ویدیو شم سلو شوا دیگه باز دلتان تنگ میکنه. شما میتونی که نقاط مهم شه ویدیو را استاد کنی که تماشا کنی و رو میخوانی کنی. صحیح دوستای عزیز، این بود درس امروز ما، درس اولی که می عضوی است. امیدوارم که تان نوٹ کنین، مکمل یاد بگیرین و آماده زی باشین که به درس دوم بخیر بریم. روز خوش، بنایتان بخیر.